برای بررسی همین اخبار همکارم تاجالدین سروش اینجا همراه ماست در استودیو. تاجالدین، گفته شده که روسیه آماده یک جنگ تمام عیار هست علیه اوکراین، بیشتر به ما بگو. بله، منابع اطلاعاتی اوکراین اعلام کردند که روسیه داره آماده میشه برای یک جنگ تمام عیار و گسترده در مناطق از دونباس و یا هم جنوب اوکراین. حالا آنکه اطلاعات دقیق ندارن که این حملات گسترده در واقع دقیقاً در کدام نقطه اوکراین انجام میشه، ولی وزیر دفاع اوکراین میگه که منابع اطلاعاتی اینها نشان میده که در 24 فوریه که قرار است سالگرد جنگ اوکراین باشه، روسیه آمادگی میگیره مراکز آموزشی اینها را اینا تجسس کردن و مراکز که اینها سربازانش را دارن آموزش میتن و برای یک جنگ تمام عیار در این مناطق آمادگی میگیرن تا این جنگ رخ بده. و او از همپیمانان غربیشان، از کشورهای غربی به ویژه آمریکا میخواهد که در این سالگرد و در این جنگ که آقای پوتین قرار است آغاز بکنه غافل نشوند و اوکراین با تجهیزات بیشتر نظامی مجهز بسازد تا اوکراین بتونه که در این جنگ پیروز شود و از خود دفاع بکنه. و همزمان با این میدانیم که آقای پوتین اوکراین متهم کرده که مناطقی از به قول از او خاک از روسیه را مورد تهاجم و حمله قرار داده و خانه های مسکونی را مورد حمله قرار داده، که چیزی که اوکراینی ها رد میکنن و میگن که چنین چیزی نیست. اما از طرف دیگه گروه هایی را که آقای پوتین استخدام کردن، مانند گروه واگنر که سربازان استخدام شده و در اعضای پول است، اونها نیروهای اوکراینی میگن که بسیار شدیدن اونها جنگ میکنن و تلفات سنگینی هم در نبرد، در خطوط نبرد به اونها متقبل شدن. همزمان اورسولا فندرلاین رئیس کمیسیون اروپا هم رفته به کییف. چه جزئیاتی از سفر او میدونیم؟ این چهارمین سفر خانم فندرلاین است به اوکراین و این سفر در آستانه برگزاری یک نشست مهمه که کشورهای اروپایی قرار است در کییف برگزار بکنه. رئیس کمیسیون اروپا به اونجا رفته، فردا این نشست روز جمعه برگزار میشه و خانم فندرلاین گفته که این نشست پیام محکمی به پوتین و روسیه است که بدانه که کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا در کنار و در عقب اوکراین استاده و قرار داره و اوکراین تنها نمیگذاره در این جنگ. و ما میدانیم که در این شب روز زمزمه های ارسال تانک های ویژه به اوکراین است که آلمان و کشورهای دیگر اروپایی توافق کردن تا این تانک ها را به اوکراین بفرستن. حالا این نشست در واقع یک بار دیگر تعهد کشورهای اروپایی را به اوکراین نشان میده و نشان میده که کشورهای اروپایی در کنار آقای زلنسکی هستن. این نشست فردا برگزار میشه و سایر هیئت اروپایی هم قرار است به اونجا بره و شمارشان هم هرچند که در کنار خانم فندرلاین هست اونجا حضور دارن و میگن که این نشست در کییف به خاطر برگزار میگن، هرچند ما میدونیم کییف که تحت حملات شدید توپخانه‌ای روسیه هرچند و هر از گاهی قرار داره، ولی با آن هم مقامات اروپایی این ریسک را در نظر گرفتن و با آنجا رفتن تا بفهمانن و به پیام برسانن به آقای پوتین که هر با وجودی که اگر اوکراین ناامن و مسئول نیست، ما با آن هم ما برای از این که بتانیم از این کشور دفاع بکنیم در آنجا میریم و حضور میداشته باشیم و این نشست برگزار میکنیم و هر آن حمایت لازمی را که اوکراین نیاز داشته باشه در اختیار کشور قرار بدیم. بسیار متشکرم از توضیحات همکارم تاجالدین سروش، اینجا در استودیو همراه ما بودیم.